کش را ندانی از دیگران ملول مشو، در ظاهر و صورت این دون سرگردون مشو. هر یکی لایق آن باشد که در جانش بود، بدبخت آن باشد که باغ دل را برای دین ببست. تو در صورت آدمی بو از باطنت بی خبری، روز و شبت در کار باطل و زیخش بی خبری. معشوق تو در با دیواری تو بود، هر جا که نگری همه مخلوق او بود. تو در جانی و از همه با من قرینی، هر جا که نباشم تو همراه و هم نشینی. تو در منی و من عاشق تو باشم، با جان و دلم خواهان وصال تو باشم. پروانه شو که از عالم جسم پرواز کنی، به عالم قدسیان روی و روحت را شاد کنی. تا از مهر جفه مهر دلت را نکنی، هرگز تو عالم جان را پیدا نکنی. هر کی از حجاب جسم برگذشت، به شهر دل رفت و خرسند گشت. شهر دل عالم اصلی ما باشد، همه سیر نهان در آینه دل عیان باشد. ما در باغم و از باغبان بی خبریم، ما جان داریم و از جانان بی خبریم. تلسم جسم و صورت به گردن نهاده ایم، ما از بودن خیش اثر نداریم. اگر خواهی که برای حق وصل یابی، ز قعر جان خیش یاقوت و گنج یابی. جان خیش را تازه و مصفا گردان، پس در آن منزل همه معانی را بیابی. ای دوست، نفسی که به من داده ای مسلمانش کرده ام، در طاعت و در سجده چالاکش کرده ام. این جسمی که به من داده ای قربان جانش کرده ام، من جانی که به من داده ای مونیس قرآنش کرده ام. ای برادر، بیا به شهر جان رویم، غافل از این سرای شویم و به عالم جانان رویم. آنجا یقین میدان که نور ذوالجلال است، بیا در کوی انبیا و اولیا رویم. باغ دل خیش را هر که آباد می کند، او هر دو عالم خیش را زیبا می کند. آن جانی که قطره از آب حیات بچشد، والله که گرد محور جانان پرواز می کند. دیشب من از می ناب تو چشیدم، و نور خدا را با چشم دل خیش دیدم. وان لحظه مرا حق عیان کرد نهانها، معلومم شد که در جان از همه سیر و رازها. زهی عزیزا که تو در غم دل و جان باشی، در طاعت و سجده و در ذکر جبار باشی. خالص و صاحب دل شبی تو از ذکر حق، وانگه تو با سالقان و قدسیان همراه باشی. عشق است شعله و سوز در دل ما، از عشق عیان شد همه رازها در خاطر ما. معشوق ما همیشه است در دل و جان ما، هر جا که نباشیم عشق است در منزل ما. کسی که مستغرق عالم فانی گشت، لاجرم او فارغ از عالم دل گشت. دل پرستان همیشه مشغول عبادتند، سالکان نیرای حق روز و شب در عبادتند. وقتی که دلت آینوار می شود، هر دو عالم در نظرت عیان می شود. برخیز و جهد در صحرای دلت بکن، کفر را از اجرهای دلت بیرون بکن. عالم اصلی یقین در دل بود، دوزخ و جنت همش در دل بود. تا جانت را از کفر آزاد نکنی، تو حقیقت بین و مخلص نیستی. تا به شهر جان و دل وارد نشوی، تو با خبر از دین مبین نیستی. والذین جهدوا فرمود شاه تو را، تا که گردی صاحب دل و مصفا. تا از حجابهای نفست نگذری، زینهار به منزل جان دل نمی رسی. تا به زبان دلت شاهد نشوی، تو به کوثر و ریحان نمی رسی. من طالب علم باشم که عمل دارد، علم به عمل صاحبش را ضرر دارد. از گفته انبیا و اولیا سبق بگیر، اونگه از باغ دلت هزاران گنج بگیر. افسوس که مشتری ناکام گشته است، موته شیطانها و بیمار گشته است. همه در خدمت جسمند،
از این لحاظ به ایس من، همه سرسار و سرگردان از بر جستن یک لقمه نان، همه مستحرق دنیا از آن دارن جنهای بینوا، همه در دل بیمارن روز و شب در جانهاشون زهر مار میکارن. کسی را از دل خبر نیست، کسی را به عالم باطن نظر نیست، همه در چاه ظلمانن گل دزدار از جان بیزارن. یقین میدان که بیمارن مقیم سقر و در نارند. با چشم خیرت دیدم این جهان، معلومم شد که هیچ از این مکان، بجور جوهری که از درمیان، نمی ارزد این سرای به یک دینار. خراباتی شدم و یک مردی دانا شدم، از همان سیر و راز این جهان آگاه شدم. مرا می ساقی جان هوشیار کرد، از کفر و باطل دور و به دین و دل یار کرد. وقتی که صاحب دل میشی، تو بینا و حقیقت بین میشی. وقتی در عالم باطن میری، با دین و با صدق میری. هر کی ایمان ندارد، نور در جانش ندارد. هر کی ظاهر بین بود، و خود بین و درگیل بود. شیطان خورسند از آن است که جاهل و بی ایمان است. هرگی ظاهر بین مشو، از چشم دل کور مشو. دلی که دین ندارد، از کفر چیزی در خود، جز کفر چیزی در خود ندارد. مؤمن در غم جان است، صاحب دل و جان پاک است. زد فرماید یک دی کویه نخبینیم، یا کویه حضرت فردین اتار حکایت ایوب علیه السلام ندارد. ایوب پیغمبر علیه السلام پیغمبری بزرگ بود. در حیاتش خداوند وی سنجش داد، وی هم بایگریش داد، دولتش داد، فرزندش داد، زناش زن دادش، همه این چیزا دادش. بعد با همه میچه سورا گریفت های وی و همین خیل وی سنجید، بایگریش هم گریفت، کم غلش کرد، بیمارش کرد، 7 سال بیمارش کرد. آدم ها همه وی رو گردند، فرزنداش در یک لحظه همش نیچیدن، همش حلاک شدن در یک لحظه. بی فرزند، بی در، بی مال، بی مارش کرد، سنجیدش. حضرت حکایه را نقل میکنند، ایوب پیغمبری را رنج گرگ های زمانه و کرم ها بسی کشید. جبرائیل آمد و گفتش بینال از جان غمناک، که گر باشد تو را هر دم حلاک، از آن حق را نباشد هیچ باک. اگر امر صبوری پیش آری، نه حق گر صبوری بیش داری. چنان تقدیر گردان است پرگار، زیوی کس نیست یک نقطه خبردار. نه دل از دل خبر دارد نه جان هم، ولی کار روان به این آن هم. یعنی که خداوند وای سنجیدش، کوی امر خدا را میگیرد، صبر شد، رعایت میکنه گفته شد. و همین خل صبر میکنه، طاقت میکنه، خیلی که امن تقدیر رنگی پرگار است، نمیدونی آینده چی میشوه. همه می چیزا را دودش اول، با همه می چیزا را گرفتش، با همه می چیزا را با دودش برعکس. ای سنجش که گذشت، همه ایسا دودش بعد. تو حتی زنش که قفاش نگاه میکرد در بیماری یا جوگایی بود بای، زنش میگو که باور نمیکنم، خدای تو میگه زورش نمیرسه ترا ساعت کنه، این کسالی ترا بینتا سخت های. همونجا قسم میخره که با همون 70 تا همون که اوده همون چی میزنمش، همون خمچه قطی میزنم همین قبر. و وقتی که دایی دقران هم نسته یک باید خدا هم یکی همون خمچه را جمع که یه بار بزنمش 70 بار نزنمش. و همین خیل باور نمیکنه زنش، نیکی خودش باور میکنه که خدا من شفا دهنده است و هو علی کل شاین قادر، به همه چیز قادر است. که خیرت ایمو باید نمیفهمه، کسالی ای که تماما به خیرت نمیشه توبت کرده و توبتت مینه. برای همین خدا من قادر است به همه چیز و تقدیر این گردان است. چنان تقدیر گردان است پرگار و منند سیرکولای تو میخره،
زیبای کس نیست، یک نقطه خبردار، یگان آدمی تقدیر خودش نمیدونه. نه دل از دل خبر دارد، نه جان از جان هم. ولی کار روان به این و آن هم. یعنی خلاصه اینه که امر خداوند در جا کند در کار، گفته های خداوند کردن در کار. و صبیر و این الله مع صابرین، خداوند گفته یکی صبر کنیم، من با صبرها هستم. به هر خیل واسطه و می سنجه اینه پیغمبر های بزرگ چه خیل سنجیدگی های ما که یک کوچک هستیم در پیش اینا باید صبر کنیم و خداوند ایمان بیاریم، عبادت کنیم و خالص باشیم و یک که یک دیگه یک که خیلی نخنیم. انشاءالله یک طبیب بود که با بیماری های خود داروی تلخ می نویست، داروی تلخ می نویست، نکی از همون بیمارا اگر کسی همون داروی هوایی که می خورد تلخ هم می بود شفا می یافت. نکی اون کسلی هایی که داروی تلخشو نمی فورید نمی خوردن داروشا شفا نمی یافتن، هم تا کسل می گشتن. با خلاصه چی است؟ طبیب خداوند است، داروی تلخی و این حقیقت است، این شریعت است. وقتی که آدم ایمانش ضعیف های باید زورش می بیا نماز خوندن، زورش می بیا روزه گرفتن، روزش می بیا شریعت اجرا کردن. و اخیرا این برای آدمی که ایمان ضعیف های بینید قینه سهر خیستن، خوب نرفتن در حقیقت، یعنی که داروی تلخ، تلخ اینه که باید حقیقت های فایدت می کنه، شفات می آورد. بیماروی این بیماروی که شفا یافتن این مسلمان ها هن، آدم هایی که صالح هن، آدم هایی که امر حق اجرا کردن. و بیماروی که شفا نیافتن و نخواستن ایو داروی تلخ، اینا مشرکا و منافقا هن است که آنها هم خیلی بیمار گشتن. یعنی که داروی شیطان هم انتخاب کردن. داروی شیطان شیرین است، پچاقش زیبا است، رکلامش بینید زورای، لیکن وقتی که در درونت که میدرویه به زهر مبدل میشود. شیطان چی میگه؟ خوب را شیرین، خوب شیرین نکو. شیطان میگه خوب را خداوند یکی نبخی بودت که. شیطان میگه که نمی برا زینا که راحت میکنی، خداوند دیگه چیز میگه. شیطان میگه برا بنوش مستی که عرخری که، خداوند میگه نه. همین خیال همه ایچه که شیطان به ما را پیشنیاد میکنه شیرین است، آسون است. و اونسه که طبیبی که ما میکنه خداوند غفور رحیم تلخه، نکی در اول تلخه، وقتی که توی در درنت که میدرویه در باطنت که حل میشه و اینکه شیرین میشه و که دیگه یگان چیز به او برابر نمیشه. و اینکه حلاوت ایمان کسی چشید و محبت خدا را کسی حس کرد و نور خدا را در دل دید، این آدم های خوشبخترین و مقربینان خداوندند که اینا می فهمند که حلاوت عبادت چی است به حضور دل و محبت خدا چی است، عشق چی است، محبت چی است، او را می فهمند. انشاءالله فرصت چی دوام میتیم صحبتن. خداوندی غفور و رحیم یادت باشد، در امان خدای تعالی باشد. خداحافظ.